نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما در ژاپن آسیب دیده است و مواد رادیواکتیوی در فضا پراکنده شدند. مسئله‌ای که همه را نگران کرده میزان خطر این تشعشعات بر سلامت کسانی است که در معرض مواد رادیواکتیوی قرار گرفتند. برونو شاریرون که متخصص بررسی آثار زیست محیطی مواد هسته‌ای است در این باره توضیح می‌دهد. سطح مواد رادیواکتیو در اطراف نیروگاه هسته‌ای آسیب دیده 4 میلیون برابر بیشتر از مقدار معمول است. یعنی چند ساعت در معرض مواد رادیواکتیوی قرار گرفتن و کارکنان می‌تواند مرگبار باشد. بنابراین می‌توانیم بگوییم شماری از کارگران تأسیسات اتمی مقادیر بسیار خطرناکی از مواد رادیواکتیوی وارد بدنشان شده. و هر کاری که آنها از این به بعد انجام می‌دهند فداکاری است. هر کار ممکن باید انجام شود تا مردم از مناطق آلوده دور شوند. مردمی که در مناطق آلوده هستند نباید نفس عمیق بکشند و باید حتما از ماسک استفاده کنند تا هوای کمتری وارد ریه‌هایشان بشود. آنها می‌توانند با مصرف قرص یود آثار زیانبار تشعشعات بر تیروئید را کم کنند. با توجه به شمار راکتورهایی که مشکل جدی پیدا کردند و ورود مواد رادیواکتیوی به فضا، اوضاع کنونی را می توانیم یک فاجعه تلقی کنیم. هرچند هنوز زود است آن را با چرنوبیل مقایسه کنیم. چنین مقایسه‌ای در حال حاضر بی‌معنی است.